این شاید نزدیکترین تصویر واقعی از اسلحه است که گفته می شود در ترور شهید محسن فخری‌زاده به کار رفته. اسلحه‌ای با هوش مصنوعی که در کالیبرهای 7.62، 12.7 و 4.5 میلیمتری تولید می شود. تروری چند لایه که شب گذشته جانشین فرمانده سپاه جزئیات دقیق تر آن را اینگونه عنوان کرد: 13 تا تیر کلن شلیک شده، 13 تا تیر از تیربار داخل نیسان شلیک شده و بقیه تیرهایی که شلیک شده تیم محافظ به لحاظ این که در اونجا منطقه بوده که دید کم بوده و مثلا درخت و اینا زیاد بوده، احتمال میدن که از پشت درخت مثلا آدم ها وایسته بشن، تیراندازی کردن. تیرهایی که صورت گرفته غیر از اون 13 تا تیر که توسط اون تیربار داخل نیسان صورت گرفته، تیراندازی از طرف دشمنان ما صورت نگرفته. پیچیدگی عملیات ترور آنجا محرز می شود که به گفته سردار فدوی از راه دور و به شکل ماهواره‌ای تیراندازی ها انجام شده، درست شبیه به نکته‌ای که سخنگوی سپاه پاسداران در این باره توضیح داده بود. در ترور شهید فخری‌زاده از ابزار الکترونیکی پیشرفته با هدایت ماهواره‌ای استفاده شد. در این میان مسئولان امنیتی و نظامی کشورمان متهم ردیف اول ترور غروب جمعه آب سرد را رژیم صهیونیستی می‌دانند. کسی که این طراحی رو کرده برای ما مکشوفه که کیست، سابقه اش چیست. حتما منافقین در این نقش داشتن و حتما عنصر جنایتکار این امر رژیم صهیونیستی است و موساد. رونین برگمن خبرنگار حوزه امنیتی و نظامی رسانه‌های صهیونیستی آمریکایی در کتاب پاشو بزن از 2700 عملیات پنهان اسرائیل با اهداف مشخص پرده برداشته. این سوای عملیات‌های تروریستی آشکار رژیم اشغالگر قدس علیه شخصیت‌های مانند عماد مهنیه و یاسر عرفات است. جاسم الذهبی، پروفسور و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه عراق که در تاریخ 2 نوامبر سال 2006 به همراه همسر و پسرش در ورودی دانشگاه با شلیک گلوله کشته شدند. در 24 ژوئن 2001، اسامه جوابری، عضو تیپ شهدای الاقصی، توسط بمب تعبیه شده در باجه تلفن همگانی ترور شد. در 6 ژانویه 1996، یحیی عیاش، مهندس تسلیحاتی سازمان حماس، از طریق تعبیه بمب در گوشی تلفن و در نتیجه انفجار در نوار غزه ترور شد. شیوه‌ای که در ترور دانشمند برجسته کشورمان هم به وضوح مشاهده می‌شود، یعنی هم پنهانی و هم هدفمند. گر باد یکی خوشه بریزد به تن خاک، صد خوشه دیگر ز بر خاک برآید.